گرم شما آقای سیاوش عبسای عزیز. درود بر شما، درود بر شما استاد سیروس شرفشاهی، روز شب خوش، امیدوارم شاد و خوش و خوب و تندرست باشید و صدای ما رو هم داشته باشید در ابتدای برنامه و همه چی رو به راه تا بریم ببینیم دنیا دست کی استاد سیروس شرفشاهی. بله، ما منتظریم بشنویم ببینیم این دنیا در نظر شما در دست کی هست. استاد سیروس شرفشاهی، امشب هم باز میخواییم بیپرده یک سری واقعیت ها رو بگیم و به جایی که دنبال نخودسی ها بفرستیم مردم رو و این اخبار تکراری باطل رو بگیم. البته با سپاس از دکتر قرنگزروی عزیزم که همیشه بهترین خبرها و مطالب رو با آگاهی ما میرسونن. میدونید که استاد سیروس شرفشاهی، رسانه ها معمولا اون آزادی که پارس داره ندارن تا بتونن اخبار و رویدادهای درستی رو بازگو کنن. به همین خاطر تسلیم همون جو جهانی رسانه‌ای همه هستن و همیشه یک شعار رو میدن. این یک شعار رو دادن و تبعیت کردن از رسانه‌های نظم نوین جهانی که معمولا کنترل شده هم هستن، موجب میشه که ما رو همیشه بفرسته دوباره یه توپ پلاستیکی به دوباره نخودسیا علکی بازی کنیم تا همین الان 45 سال داریم بازی میکنیم. من یادم اون روزای نخستی که من آمدم پاریس، اینجا در سیته یونیورسیته دانشگاه پاریس که خوابگاه های متفاوت زیادی هست، یه خوابگاه چند طبقه هم شاه ساخته به نام ابو علی سینا پور اویسن و غیره، هر هفته بچه ها جمع می شدن، گروه های مختلف، سال 1981 اینا، و هر هفته دعوا بود، هر هفته، یعنی وقتی میگم نیروهای مختلف، تمام اون نیروهایی که تو ایران بود و فرار کرده بودن اینا، هر نیروی میمد توی سیتی اونیورسیته یک سفره پهن میکرد، روی سفره دو تا کتاب و بعد دعواشون میشد، میزدن تو سر کول هم دیگه. بعد اینا اومدن پلیس فرانسه گفت آقا روزای جمعه مذهبی ها بیان و روزای شنبه غیر مذهبی ها بیان که دعواتون نشه. حالا میخوام بگم همین دعوای سفره ها الان به ما رسیده و ما 45 ساله هممون با هم دیگه فوش خارمادار و توهین و اون جاسوسه و این جاسوسه و آی اون رفت و آی رژیم میره و آی این مردک ها نسون اینه و 45 ساله ما رو بازی دادن، بازی دادن و دورمون کردن از اون واقعیت هایی که باید ما بفهمیم، خصوصا در رابطه با دشمن داخلی و دشمن خارجی. ما یه دشمن خارجی داریم، یه دشمن داخلی. در خارج که قاطع بایستی فهمیده باشه ملت ایران، ولی نفهمیده که ما در خارج هیچ دوستی نداشته و نداریم. یعنی مردم عزیز من، ای نازنین ها، ای کسانی که تریبون دستتونه، قلم دستتونه، بیاین راستشو به مردم بگید. 45 ساله نه، قبل از اون محمد رضا شاه عزیزم به همه دنیا کمک میکرد. همین والری ژیسکار دستان که اینجا رئیس جمهور بود و از قبلش که شارل دوگل بود، میلیاردها دلار پادشاه به اینها پول داد، سرمایه گذاری میکرد تو مملکتشون، همچنان که به راکفلر میداد در امریکا، به اروپا شرکت گروپ رو خرید در آلمان، بیپه بنزین پارس رو و اون چیز دیگه که الان به دیگر هم مصادره کردن در انگلستان، در همه جا شاه سرمایه گذاری میکرد. یعنی سرمایه گذاری های شاه محمد رضا شاه یه نوع کمک اقتصادی به این غرب بود، ولی این حرامی ها دست به یکی کردن در گوادلوپ و تصمیم گرفتن که شاه رو ببرن، خمینی رو بیارن. این یک. دو، همه پولای ما رو بالا کشیدن. یعنی میلیاردها دلاری که از پادشاه گرفته بودن به عنوان قرض بالا کشیدن. تا الان هم یک قرونش ندادن که هر روز هم باز دارن میدوزن، تحریم های دزدی پولای مردم گرسنه و بدبخت بیچاره بود. و تا الان هم اینها تمام هم مقامشونی بوده که ایران با خاک یکسان بشه. استاد سیروس شرفشاهی، ای مردم آزاده و دلیر سرزمین من، جنگ ایران و عراق که شروع شد یک کشور با ایران نبود،
دنیا ضد ایران بود. سوریه و لیبی اگر زبانن حمایت میکردن به خاطر درگیری بود که حزب بعث سوریه با حزب بعث میشل افلق در وسطان بر ایران داشت. و من خودم در لبنان به این چهار تا گروه فلسطینی که پشتیبانی میکردن و میکنن از رژیم گفتم شما که مارکسیستید ارباباتون حمایت نمیکنن، شما چی حمایت میکنید؟ این لیواناشون دستشون بود، همین رهبرای مشهور آقای شرفشاهی مشهور اینو برد بالا گفت من اجل کسی، گفت این جام شراب و آبجو میخوردن، گفت برای این ما برای آبجومون از خمینی حمایت میکنیم. اونجا در جنگ اگر ما پیروز شدیم، این اول برنامه بگم که خاطرات جمع بشه، فقط یک کشور از ما حمایت کرد، اسلحه خرید برای ما، لوازم یدکی ما رو خرید، حالا گرونتر خب با بیزنس همینه، و زد اتم صدام حسین در بداغونش کرد، اون اسرائیل بود. اسرائیل تنها کشوری بود که در جنگ 8 ساله از ایران پشتیبانی کرد و صدام رو زد و حتی گلوله داد. آقای آری بن مناشه در کانادا سلام، این دوست نازنین من که کتاب پول خون رو نوشت و دکتر انصاری رفیق عزیزم که روانش شاد ترجمه کرد، 1 سال رفت زندان در امریکا، مشاور امنیتی اسحاق شامیر بود و مدیر بخش ایران موساد. ایشون تمامی اسلحه‌ای که ایران تو جنگ ایران عراق لازم داشت تامین میکرد. اگر اون تامین اسلحه نبود آقای شرفشاهی، تمام هواپیمایی که از آمریکا و تانکایی که از انگلیس و اینا خرید بودیم رو دست مونده بود، نمیتونستیم چه بکنیم. خب با علم به این قضیه، مهربان یاران عزیزم در سراسر جهان، بدانید آگاه باشید که جهان همیشه نابودی ما رو خواسته. اما این جهان که نابودی ما رو خواسته، همیشه اومده یک تیر الکی زده که سر ما رو بود تیر بند کنه، دشمن اصلی رو نشناسه. همین ضدیتی که نه جمهوری اسلامی از روز اول با شعار تمام گروهاشون میدادن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل از اول میدادن، این ردگم کنی بود آقای شرفشاهی که از این طرف این مملکت رو که اینا میخواستن داغون بکنن داغون بشه. یک نوار هست، یک ویدئویی هست، یک از سندی هست از وزارت خارجه انگلستان که چند سال منتشر شده و این پخش شده و خود من بارها این پخش کردم برای که تذکر بدم به شما ملت عزیزم. این رو میذاریم دوباره امشب گوش میکنیم که شما بفهمید و ببینید که با برنامه طرحی که پل اردمن در کتاب سقوط 57 در سال 54 نوشت و گفت 57 شاه رو ساقط میکنیم، شاه رو ساقط میکنیم و قدرت میدیم به عربستان سعودی، دقیقا این پروژه که نوشته بود پل اردمن، یک بانکدار که زندان بود زمان شاه، اومده بود ایران با ایران میخواست کار کنه پول بگیره چه و چه، بعد سوئیس رفت زندان، تو زندان این سقوط 57 رو نوشت و فروخت به عربستان سعودی و انگلستان اومد پشتش و اینا قاطع 4 ساله شاه رو سرطان بهش دادن، مریضش کردن، زدن کشتن. شهبانو هم 10 باری رو گفته تو حرفاش باز شما کرید و گوش نکردید و دنبالی نستید، گفت حتی وقتی هواپیما ما حرکت کرد میخواستیم بریم قاهره تو ران نشوندن هواپیما رو کشا رو بکشن، چون با قدسادی اونا تو تهران اتفاق قرارداد بسته بودن که یا جسدش رو بهش بدن یا زنده بدنش و فلان اینا، که بعد مداخله شهبانو و سید شهبانو عزیزم ارتباطاتی که خودش داشته و اینا تماس میگیره با راکفلر رو یه دیگه، راکفلر هم میلیاردها دلار به شاه بدهکار، به ایران بدهکار، اما موقع اونجا موجه میشه که هواپیما رو بلندش کنن، پرواز میکنه میره قاهره که شاه اونجا از جهان میره. آقای دانیل ژلان هنرپیشه مشهور فرانسوی که شبیه شاه پادشاه است، ایشون نقش شاه رو توی فیلم آمریکایی ساختن بازی میکنه. ایشون به من گفت و چون رفیق من بود ایشون فرانسوی بود و روی اینترنت هم اینا هست، دوستانی که فرانسوی بلدن میتونن برن اینا رو گوش کنن، به زمان فرانسه است، بزنید دانیل ژلان و دیوید عباسی اینا رو میتونید گوش کنید. دانیل ژلان به من گفت من رفتم 2 سال 1.5 سال روی شاه
زندگیش، نشست و برخاستش، خواهرش، فلان اینا تحقیق کردن که چطور نقش خوب بازی کنم. از جمله با پزشکاش، پزشک فرانسوی فلانی، من به تو میگم که شاه اینا کشتن. میگه رو صداش هست. دانیل ژلن از جمله هنرپیشه‌هایی است که با آلندولون بازی کرده، با ژان گابن بازی کرده. آلندولون از همه مشهورتر شده بعد اون. دانیل ژلن، دانیل ژلن هنرپیشه بزرگ و مشهوری بود، خیلی هنرپیشه قوی بود. گفت حتی من اینو به اشرف گفتم، به شعبانی گفتم، گفتم اینجور که من با این دکتر اینا صحبت کردم، اینا شاه رو کشتن، اصلا شاه رو کشتنش، مثل خیلی مرگا دیگه. خب شما ملت عزیز اینا عمل فراموش کردید. حالا الان اینو من به شما بگم، این سند اول میبینیم، سندی که کارگردان برنامه آمده گذاشته، که شما خاطرتون جمع بشه که خارجی به تو چیزی که نمیده ازت میگیره. ما بایستی یک انسجام ملی میهنی آریایی، نه شیخ و ملایی و آخوندی، حالا رو میگم امشب پدید بیاوریم، یک ارتش آریایی شاهنشاهی که وجود داره الان در درون سیستم، که همین ارتش بود که یک سری فشارها رو بینا آورد که مسئله حجاب، مسئله چه رو با همه، نصف این رژیم نصفش پلیدان تازی هستن، انجمن حجتی هست که من در موردش امشب صحبت میکنم، و نصف دیگرش آریایی های عزیزمون هستن که اندیشمند، روشنگر، و میگن مکتب اسلام بعد از ایرانی بودن واس. ما اول ایرانی هستیم. اینو گفتن، جان دادن، کشته شدن، رفتن زندان و غیره. حالا این سند شما میبینید که هم خود شاه باور داره و میدونه که اگه ساقطش بکنن مملکت 1500 سال برنامه ریزی کردن که به عقب برگرده، و هم این که شما میفهمید که نیکسون رو که نابود میکنن، واترگیت رو میسازن، نیکسون رو حذفش میکنن از قدرت امریکا، که بعد از حذف نیکسون شاه رو حذف میکنن، این امر رو حساب بود، چون نیکسون با پول و قدرت شاه رئیس جمهور میشه، یکی از متحدان برترش پادشاه هست، نیکسون رفیق شاهه، نیکسون وعده میده به شاه که دستشو باز بذاره، اونم کمک میکنه. ایران همواره تا الان در انتخابات ریاست جمهوری دنیا و غیره شرکت کرده، پول سرمایه‌گذاری کرده، آدمش بودن در مقطعی هستن. اون موقع هم همینطور نیکسون، بعد اینا واترگیت رو اصلا میآفرینن که نیکسون رو حذفش کنن که قدرت امریکا از پشت سری خالی بشه و هیچ کس اجازه پرواز، نشست، ورود، مداوا به شاه نمیده. اینا رو فرهنگ شبانو عزیزم نوشته. وقت ما هنوز دنبال لاف ملایی. اینو میبینیم سخنان پادشاه و سخنان این جریان سند عربستان رو برمیگردیم. آقای شرف شایی استاد در خدمت شما. Was run by the mullahs and the. They would take us back 1500 years. The history of Iran must. این قدیم چیه؟ نیکسون شاه رو قدرت داد که در منطقه ابرقدرت ایران باشه. انگلیس‌ها اومدن گفتن نه. عربستان سعودی باید. نیکسون در بدو ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. بر اساس دکترین نیکسون، ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم را ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشند. شاه هم که تلاش می‌کرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش می‌دید. انگلیسی‌ها تلاش‌های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می‌دونستند و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو
یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره انگلیسی‌ها تلاش‌های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس و تا الان آقا دارن پول خرج می‌کنن تو ایران که دین اسلام، فقه شیعه، سینه زنی، زنجیر زنی، بدبختی، بیچارگی روز به روز گسترش بیابه، چون هرچه تو خرتر باشی و گافتر باشی و هی لقد بزنی به کلت که استعمار بهتر میتونه ببره که. از اون طرف هم جورج سوروس میاد براتون رئیس جمهور درست میکنه، حتی برای آمریکا جورج سوروس رئیس جمهور درست میکنه. برید کمی مطالعه کنید ببینید چطوری بارک حسین اوباما یه سیاه‌پوست آمریکایی رو جورج سوروس رئیس جمهور کرد. بعد خاتمی میاد میگه آقا ما اصلا جورج سوروس رو نمیشناسیم، باهاش نبودیم اصلا. این عکس خاتمی است با جورج سوروس، میبینید آقای خرازی هم کنارش. و جورج سوروس بعد خودش کتاب مینویسه. خبرنگار ایرانی که با خاتمی بودن شهادت میدن، عکس‌ها رو منتشر میکنن، ولی خاتمی هم چه میگه؟ نه من اصلا جورج سوروس رو نمیشناسم، تو تمام عمرم ندیدم، دروغگو. اینم سید خندانتون. جورج سوروس کتاب مینویسه، تو کتابش عکس خاتمی و چگونگی مذاکره و گفتگو با ایش رو میذاره و بعد همین حسن روحانی تداوم اون هست که خاتمی تاییدش کرده بود و اینها میلیون ها دلار روی قضیه گرفتن و میگیرن، ولی میگن ما نمیشناسیم یارو رو. رئیس جمهور اسرائیل برای عدم حمله به ایران میره زندان و خاتمی میره با سوروس مذاکره دیدار قرار مدار، تا همین الان قرار مدار به اینا پولاری ندادن. اولین چاپخونه رنگی که برای اینا ساختن تو ایران اینا پولش دادن، تمام تبلیغات اینا دادن. اون موقع البته رفسنجانی بود، رفسنجانی با اینا کار میکرد ولی خودش مستقل عمل میکرد، یعنی اونطور نبود که با رفسنجانی با همون انتقاداتی که ما بهش کردیم و وقتی زنده بود و چه کردیم اینا، ولی بگم در زمان رفسنجانی این با همین اینا لاس میزد ولی نمیکشید چیز. اینا آقا نیومده همه چیز ایران دادن رفت. خب استاد سیوس شرفشایی در این 4 دقیقه 14,000 صفحه مطلب بود، یعنی اگر ما دانش داشته باشیم و اون ذکاوتی که الان میگن ذکاوت رایانه‌ای داشته باشیم، هر کلمه این 4 دقیقه خودش یک کتابه که به ما میآموزاند که چه بلایی سر ما میاد. حالا در همین رابطه استاد سیروس شرفشاهی و انتخابات اخیر، من میخوام به شما بگم انگلیسی که دیگه پس فهمیدید عالم آدم، از قبل هم میدونستید، همیشه هم کردینش ولی عمل نمیان بکنید آقای جناب ناپلئون، که با برنامه است که عربستان سعودی ما باشید دشمنی نداریم، با هیچ کشوری ما دشمنی نداریم، دارم خبررسانی میکنم، جهان یک مسابقه دو هست، هر کی بهتر بده به اون برنده میشه. حالا ما رو کاری کردن که پامون شکوندن با سقوط شاه، ما نمیتونیم بدویم، ولی اگر عربستان رفته جلو ما حسود نیستیم، ناراحت هم نیستیم، ولی میخوام بگم اینا برنامه های استعمار، الان شما پول بده هر چی بخواه بهت میدن. نکته دیگه که وارد مبحث اصلی بشه من اینجا میخوام بگم، آقای شرفشاهی تو جهان جنگ دین و نژاد نیست، یعنی خیلی از ابلهان همین تازیان حاکم بر ایران این قضیه رو به اسرائیل و به یهودیت و به این میندازن و بعد الان جنگی که هست و چه میگن، نه این یه همیشه از وقتی تاریخ کتبی وجود داشته جنگ و دعوا و درگیری ها بوده و تا الان هم بوده و خصوصا بین قوم ها و تبارهای خودشون بوده. در ایران ما هم بوده که فرزندان پادشاه ها رو کشتن، فرزندان شاهان رو کشتن، خیلی کم ولی بوده، در جای دیگه هم بوده. حالا یک نکته که خیلی مهمه باید بدونید، در فرهنگ تبار یهودی این جنگ و مسائل داخلیشون بین خودشون بوده، حالا افسانه یا واقعیت، از هابیل و قابیل بوده که هابیل و قابیل با هم دعواشون میشه، قابیل میزنه هابیل رو میکشه، بعد دارید شما دعوای اسحاق رو دارید با اسماعیل، بعد دارید دعوای هاجر رو با ساره، دعوای یوسف رو دارید با برادرای خودش، و بعد از همه مهمتر این
عیسو و یعقوب هست، فرزندان اسحاق. فرزندان اسحاق یکی عیسوس یکی یعقوب، اینا دوتا تبارن که تا همین الان دارن با هم می جنگن. این پوریمی که اینا دارن که بعضی از ایرانیان متوجه قضیهش نشدن، من خودم در آیین اوستا اینو سالها پیش مطرحش کردم، این پوریم و هامان نخست وزیر ایران و 7000 نفر که کشته میشن که الان جشن میگیرن، باز همین جنگ بچه های عیسو و یعقوب. یعنی هامان خودش یهودیه و دعواش میشه با اون بر قضیه مردخای و دعوای قدرت داخلی است، دینی نیست، نژادی نیست، دعوای قدرت، همچون که تو جمهوری اسلامی الان هست. الان میشه پس من میخوام این بگم وقتی داریم واقعیت ها رو میگه، مردم بهره منفی و سوء استفاده نکنن دشمن و اینها رو نجات پرستانه و یا ضدیت با دینی بپندارن. این درگیری تو خود ایران هم بود استاد 33 شرف شما، قبلش کاری نداریم، ولی اصلا زمان انقلاب سیاه یک حرکت و جریانی بود به نام انجمن حجتیه. این انجمن حجتیه و مهدویه زمان پادشاه بعد از جریان مصدق به وجود اومد توسط انگلستان، یعنی واقعا انگلیس. اینم که من میگم من نیستم، شخص آقای خمینی، شخص آقای خامنه‌ای، شخص آقای ازغندی، ازغندی حیدر بابای حسن ازغندی که یکی از فقها و فیلسوفان احمق و نادان، من میشناسمش از بچگی، من میشناسمش مشهدیه، این بابای این الان رو اینترنت هم بزنین هست، اینا همه خودشون گفتن یه انجمن حجتیه رو انگلیس ها ساختن. بروجردی پولش رو میداده آیت الله بروجردی با دستور او، بعد شیخ محمود حلبی استاد سیاسی شفشایی که اسمش بود محمود ذاکرزاده تولایی، یه آخوند مشهدی بود، این میاد این بعد اسم خودش میذاره محمود حلبی، میاد این انجمن حجتیه رو میسازه و اوایل تو انتخابات شرکت میکنه و فلان اینا، بعد شکست میخوره، میاد تمام نبرد و تلاش خودش روی مهدویت و ضدیت با بهائیت به دستور انگلستان. چرا ضدیت با بهائیت؟ اینو بهایی هم نمیدونن. بهایی جان گوش کن، از الان یاد بگیر باباشون، همچنان که من چند سال پیش گفتم نگید دین بهایی، بگید آیین بهایی، که به بهایی ها تو ایران نکشن بگن دین، بگین آیین. گفتن خوشبختانه کشتار کم شد. حالا هم اینو بفهمید، انجمن حجتیه برای این ساخته انگلیس که ذکاوت رو در ایران بکشه، دانایی رو بکشه، شپش رو بیاره رو، زنجیرزنی سینه زنی رو بیاره رو. چون باهایی ها مثل زرتشتی ها مثل یهودی ها آدم های متمدن و فرهیخته هستن. قرة العین زرین تاج وقتی که در دشت مغان کنگره خودش رو گذاشت، کنگره خودش رو که گذاشت، اون رهبری که بعد شد رهبر باهاییت و اینا به فرمان زرین تاج بود. زرین تاج زن فرمانده بود، او به نام نور، به نام زرتشت، به نام اوستا، به نام روشنایی سخنرانیش در دشت مغان شروع کرد و گفت ما میخواییم یک تحول نوین و مدرن به وجود بیاریم در بدن، یعنی یک مدرنیتا بود هدفش بود و از همونجا خودش کشف حجاب که کرد. یک کاری که اینا میخوان تازه 2030 بکنن، اوریان رفت توی خزینه مردانه که این اونی که الان هنوز قرب تازه الان بهش رسیده اینو بذاری کنار. خب این زرین تاج، این قرة العین، این باعث شد که امروز شما باهایی هر جا میبینید باعث افتخار. تو ایران هم بود حجاب یزدانی، شما بگید تا بقیه، همه اینا افتخار آفرین، مغز متفکر برای میهن ما، برای سرزمین ما، برای ایران آریایی سود و منفعت داشتن. خب انگلیس اینو نمیخواد. آقای شرفشایی، انگلیس هفته پیش به شما نشون دادم که سینه زنی، زنجیر زنی، قمع زنی سفیر انگلیس تو ایران مد میکنه و همه اینا آیین هایی است که مسیحای افراطی اعمال میکردن قرنها. زنجیر میزنن سینه برن ببینید، حتی این علمی که جلوشون میگن صلیبه، دقیقا از کلیسا گرفتن، یعنی انگلیس ها آوردن زمان صفوی اینا رو وارد ایران کردن. خب انگلیس نمیخواد که تو روشن فکر باشی، اوبر رو بسازی، سازمان امنیت خوبی داشته باشی، اقتصاد خوبی کشورت داشته باشه، همه چیزی که دست باهایا بود زمان شاه سرشار از افتخار بود و بزرگی. انگلیسی نمیخواد، میخواد این مشادن پخمه شپشو مثل همی آخونده باشن. لذا انجمن حجتی های شرفشایی اول انقلاب اینا رفتن پیش خمینی، ابوالقاسم خزعلی، آخوندینامی را از طرف محمود حلبی
بود پیشش گفت آقا ما تشکیلات داریم تا حالا با باهائیات می‌جنگیدیم، بذار بیام حالا با کمونیستا بجنگیم. اینا بردن، ولی از همون روزی که بردن اینا اومدن با ارتش شاهنشاهی جنگیدن. همه اعدام‌هایی که توی ایران شد عمرای ارتش، همه یهودیا و باهائی‌ها رو که گرفتن اعدام کردن، کشتن پدرسوخته‌ها، انجمن حجتی‌ها بودن. انجمن حجتی‌ها، جواد پرورش، حداد عادل، همین جواد ظریف، ولایتی، رجایی که رئیس جمهور شد، کمال خرازین، اینا رو من چون میشناسم، من خودم بچه مشهدم، همینا از قبل میشناختم و میدونم، دارم بهتون میگم روی هوام حرف هیچ وقت سیاوش اوستا نمیزنه. اینها همه از انجمن حجتیه بودن، همه اینها. بعد بروجردی آیت اللهشون بود، فلسفی آخونده، آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله میلانی، آیت الله عبدالله شیرازی، آقای محلاتی، مصباح یزدی، اینا همه بودن. اینا همه از رهبران، یعنی قدرت بعد از انقلاب افتاد دست انجمن حجتیه. همه کشتار و قتل عام‌ها رو انجمن حجتیه کرد. و بعد اینها به بهانه‌ای که بهایی و ضدیه، بعد بهایی اصلا یک کلمه نمیان از تفکر و ایدئولوژی این که آقا تو باید پولدار باشی، باید تمیز باشی، باید تحصیل کرده باشی، باید آموزش بدی به مردم، باید خیرخواه باشی. اینا نمی گفتن، یه چیزای مغازخرفی می ساختن از خودشون، می گفتن که مردم رو خلق کنن. از اون طرف استاد سیروس شرفشاهی دقیقا اهداف استراتژیک انجمن حجتیه همین اهداف آخر زمانی هست. آخر زمانی کسانی هستن که میخوان الان جنگ آخر زمان رو را بندازن، یعنی زمان رو الان، زمان به گونه شده که میلیاردها نفر نمیتونن از تکنولوژی جدید استفاده کنن. وقتی که نمیتونن استفاده کنن باید نابود بشن برن. کسی که نمیتونه دیگه حساب بانکیشو با تلفن چک بکنه، باید باشه تو حساب مثلا در خونه با چک بکنه. برای 2030 که میشه نه پول وجود داره، نه کارت شناسایی وجود داره، نه خونه ملک شخصی وجود داره، نه زن شما زن شخصیته. اینا همه چیز یک دنیای دیگه میشه. خب اینا هم که نمیتونن باید برن، با جنگ آخر زمانی باید برن. جنگ آخر زمانی رو الان انجمن حجتیه و سعید جلیلی از رهبران اینه. این هم میشود بگم تا یادم نرفته، سعید جلیلی اینی که میبینین رأی آورد و پشتش بودن و فلان اینا، این از همین رهبران انجمن حجتی است و اینها الان دارن تازه زور میزنن که مجلس خبرگان رهبری رو هم بگیرن. اینا یه آیت الله هم دارن که این آیت الله خود ایناست به نام میر باقری. این میر باقری هم دو سه تا اظهار نظر اخیرا کرد و اینها الان اینها میلیاردها دلار پول در اختیارشون گذاشته شده که این با خوندای مجلس خبرگان بخرن و میر باقری رو بکنن رهبر، یعنی اکثریت رأی رو بدن به میر باقری برای رهبری ایران. و بعد رهبر ایران سگ زرد برادر شغاله، این رو یادتون نره. ولی میر باقری که نوکر تشکیلاتش، تشکیلات انجمن حجتیه، سعید جلیلی انجمن حجتیه و و و همه ضد ایران و ایرانی هستن، همه سینه زن و زنجیر زن و بیگانه وارد ایران کردن و بیگانه رو بهش ملیت دادنه. و بعدم این رو من که الان نمیگم، مردم خود اینها همشون جملگی وقتی که بحثا شروع میکردن به سعید جلیلی، همشون روحانی اومد گفت، همین ظریف گفت، همین که از یک ازو گفت آقا این تو که هر سالات به ما میلیاردها دلار ضرر زدی، این پول اونجا و پول اونجا، هی برجام میشکستی، هی اون کار، همه اینا رو گفتن. نمیدونم کسایی گوش نکرده، چون تمام این اتهامات رو بسیار گسترده تر کلیت رژیم زد به سعید جلیلی و انجمن حجتیه. چون سعید جلیلی رو شما نبینید، انجمن حجتیه و مهدویه رو باید ببینید که انجمن حجتیه و مهدویه و شیخ حلبی استاد سیروس شرفشاهی ببینید چقدر پوفیوز بود و اینها تا الان چقدر میگفت من تماس روزانه با امام زمان دارم. یک حاجی عبدالزاده هم تو مشهد بود که حالا خودش افسانه دلشه، میگفت من تماس روزانه با آقای امام زمان دارم، آقای امام زمان دیروز، خب ملت خرم باور میکردن، الان هم میکنن. همین احمدی نژاد هم وقتی که آوردن، همین پایداری مایداری اینا آوردن دیگه، همین نزبک نزبک ها، دنبک پنبک ها، همه اینا انجمن حجتی هم وقتی آوردن یادتونه که رفت پیش این آخونده دیگه گفت آخو من یک هلالی دیدم و یک ماه دیدم، امام زمان بود اومد من دیدم، و بعد اومدن یک قصه هم ساختن و پرداختن. برای همین با خامنه‌ای دعوا شد که این احمدی نژاد اون خراسانیه که بخواد بیاد و مهدی. آها، حالا نکته مهم چون داریم به پایان برنامه میرسیم استاد سیروس شرفشاهی، اینه باید بدونید
که اینها دقیقا مثل اون فرقه اندک یهودی که معتقدن که اسرائیل نباید وجود داشته باشه و اسرائیل باید نابود بشه، اسرائیل باید موقعی تشکیل بشه که موشه میاد، یعنی موسی برمیگرده یا همون عیسی مسیح یا هر کی اون برمیگرده، که اینا میگن مهدی برمیگرده، که اینا همه سوشیانت زرتشتی آریایی میترایی ماست، که حالا نمیخوام وارد این مبحث بشم که منحرف شدیم. اینها انجمن حجتی هم معتقدن که باید یه جنگ جهانی راه بیفته، از قدیم هم شنیدین که میگن 313 تا میاد اون میاد اون، این جنگ جهانی میگن باید راه بیفته که امام زمان اونجا بیاد ظهور کنه، حق و باطل فلان کنه. برای همه جنگ، همه سخن من برای اینه، جنگ جهانی که اسمش نباید بذاریم، چون جنگ الان هست، جهانی هم هست. این جنگ آخر زمانی با این شرایطی که الان تو زدن و یمن و یمن داره میزن اسرائیل و اینا پیش اومده، استاد چیش شرف شایی، این دیگه اجتناب ناپذیر شده. جنگ آخر زمانی، جنگ آخر زمانی پدید میاد. ولی من قاطع میخوام بگم از همه دوستانم، یارانم، ملت ایران میخوام که این حرف رو شعار بدید، این سخن رو شعار بدید. ما با حمله به ایران مخالفیم، ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم، با حمله به ایران مخالفیم، با زدن مرکزهای اقتصادی تجارتی ایران مثل که یمن دیروز زدن ما مخالفیم. اما ما همیشه گفتیم موافق زدن ایران هستیم. شما میخواین ایران رو بزنین، لطفاً خواهش میکنم 5 جا رو بزنید، 5 ارگان قدرتی که اینا هست در ایران، او 5 جا رو برید بزنید با آدمای توش، همونجور که صدام حسین زدید، همونجور که نیکولا چاوچسکو، همونجور که قذافی. اما بخواین برید زیر ساختارهای ایران رو بزنید، هر کس بخواد در این جنگ آخر زمانی، چه آیت الله میرباقری و سعید جلیلی، چون اینان که تو داخل ایران های شرفش، اینان که عباسیان میزن که جنگ را بیفته، برای یک لخمو میگیرن میزنن، برای تجاوز میکنن، چه میگن اینا همین حجتیه هستن. برای همینه که ارتش شاهنشاهی، ارتش آریایی الان دیگه سفارایی کرده در برابر اینها، ارتش آریایی میزنه اینا رو. ارتش آریایی باید بدونه که ارتش ایران آریایی که میگه اول ایران آخر ایران، اسلام مال خودتون حجتی ها و انگلیستون که ملکتون اعلان کردین به مسلمونه از جد تبار محمده، انجمن حجتیه که خود روحانیت شیعه، خود اکثر فرماندهان، اکثر روحانیون ایران اعلام کردن که این ساخته و پرداخته انگلیسه، همه قدرت در ایران دستونه. استاد سیوس شرفشایی سال 1362 بود یک مذاکره خصوصی حلبی رو با افرادش رفتن دادن به خمینی، که تو مصاحبه خصوصی همون حرفی که الان من زدم مال میرباقری، میگفت ما بایستی کودتا کنیم در مجلس خبرگان، از خودمون کسی رو رهبر کنیم که بعد یه رو مرتکه دیوانه، میگه به جای خمینی میگه مرتکه دیوانه، بعد یه مرتکه دیوانه ما رهبری دستون بگیریم. این اول رو بردن پیش خمینی سال 62. خمینی دستور داد که این حزب باید منحل بشه، مثل که حزب جمهوری اسلامی رو منحل کرد. ولی ما میبینیم منحل که نشد، هیچ، منحل شد، یعنی حلبی گفت دکون بسته، ولی تمام اینا قدرت رو گرفته بودن. دارم بهتون میگم افراد مثل کمال خرازی، ظریف الان همه کاره بود، کاراشو کرد. بعد تازه تو همین برنامه به شما نشون دادم، مردم دیدید، خود ظریف اعتراف کرد که قبل از این که جریان خاتمی پیش بیاد سروس تو ایران بود و من خودم گزارش های آقای تاج امضا میکردم. یعنی ظریف به عنوان این انجمن حجتی ساخته بیگانه که عضوش هم بود از قدیم و فلان و فلان، آقای جواد ظریف، آقا سلام علیکم آقای جواد ظریف، این اومد این کار چاق کنی بکنه که انتخابات رو پزش ببره. و بعد اینها برنامه دراز مدت دارن برای همونی که گفتم خبرگان رو بگیرن، بعد استعمار در ایران پایش محکم بشه. اینه که مردم شما بهوش باشین، ارتش شاهنشاهی و آریایی الان بهترین موقعیتی که در این جنگی که راه میفته، یعنی حمله به ایران صورت میگیره، و به خاطر اینکه این حمله به ایران مثل سوریه نشه، مثل عراق نشه، تا کنون خردمندان آریایی، استاد سیوس شرفشاهی بعد از جنگ ایران عراق، بعد از جنگ 8 ساله، جنگ ها رو به خارج بردن، به بوسنی بردن، به چچن بردن، به لبنان بردن، به سوریه بردن، به یمن اینا رو بردن، هی اونجا که به ایران حمله نشه. یک تئوری ارتش شاهنشاهی بود. الان در دانشگاه نظامی ایران پاسداران، نمیگم، نمیخواستم بگم ولی امشب میگم چون شب بزرگیست، بیاد محمد رضا شاه، بیاد رضا شاه زادروز نوشون
آریانا لیلای ایریانا لیلای عزیزم است. این امشب بگم آقای شرفشاهی، استاد سیاسی شرفشاهی در ایران سال هاست که ارتش شاهنشاهی رو آموزش میدن. ارتش شاهنشاهی چیه؟ درس های استراتژیک، تاکتیک، سوق الجیشی، جئوگرافی، جنگ های پیش از اسلام ایرانه. یعنی ما الان در داخل ایران بچه‌هایی داریم که آموزش یافتن، آموزش های نظامی ایران اهورایی که روم رو شکست داد، ایران اهورایی که پیش از این که محمد به ایران حمله بکنه کشتنش، ایران اهورایی که 4 تا خلیفه رو سردارای ایرانی رفتن کشتن که اینها به ایران حمله نکنن ولی به هر حال کردن، اینها رو بچه‌ها توی ایران آموزش میدن و ارتش شاهنشاهی داره آموزش میده. ارتش شاهنشاهی در ایران بسیار قوی است، توشون سید هم داره. من درود دارم به سیدا که فکر نکنم ما مخالف سیدا هستیم، نه، ولی در داخل ایران استاد سیاسی شرفشاهی یک بقالش جرأت نداره بگه بالای چشم رژیم ابرو، چه باشه کسی که نظامی است و فرق با اینها باید یک سری مصلحت جویی ها بکنن، مثل ادیان یهودی و زرتشتی و مسیحی که سلام علیک میکنن و آخوند و اینا به ظاهر باید بکنن تا بتونن پایدار بمونن، اینا رو نکشن. یعنی این فرمان است که فرمان اهورایی اوستایی از دیرین داده شده است که بایستی مصلحت اندیشی بکنن تا قدرت به زودی در دست سپاه و ارتش شاهنشاهی آریایی خواهد افتاد و در این جنگی که میخواد راه بیفته، جنگ جهان، ما در صف حق باشیم، ما در صف انسانیت باشیم، ما در صف راستی باشیم و بقای بشریت باشیم، نه اینکه نابودی بشریت. استاد سیروس شرفشاهی عزیزم، این مسائل رو میگن پشت پرده سروس و پسرش اداره میکنن و ایران رو در حال دارن به سوی قهقرا میبرن. مهره اصلی سروس میگن، نظر شما چی هست؟ بعد البته باید بدون دوستان شرفشاهی، اینه که برای نخستین بار ما اعلام کردیم از 4-5 سال پیش، به قول یکی از دوستان میگفت هنوز کسی اسم سروس رو نمیدونه به چجور بنویسه، ما مطرح کردیم و ویژه در برنامه خود شما. جورج سروس الان دیگه نزدیک 100 سالگی داره میشه، فرزند خودش رو گذاشته، ولی این رو بارها باز گفتم دوباره تاکید میکنم، سروس یه فرد آقای شرفشاهی. این تشکیلات به شما گفتم از هابیل و قابیل ادامه داره، این تشکیلات از عیسو و یعقوب ادامه داره، از اسحاق و اسماعیل ادامه داره، محمد رو از اون برمیستازن اون رو از جار این ولی هر زمانی او کسی که رهبر این جریان میشه، اون مهمه که ذکاوتش تا چه حدیست که بتونه به پیروزی برسه. الان پیروزی که در این مقطع تونسته سروس بهش برسه در طول تاریخ بشر بی سابقه است. ولی سروس آقای شرفشاهی دقت کنید مهربان یاران، تشکیلات داره، یک تشکیلاتشون داره، تشکیلات جهانی است. من اینو نشونم دادم اینجا که 700 تا شرکت ها، کمپانی های حقوق بشر و اساس فلان و ONG و فلان همه مال اویه. من اینجا به شما نشون دادم، ولی بزن رو اینترنت در بیارید. سروس یه تشکیلات داره جهانی به نام Open Society، یعنی جامعه باز. این تشکیلات جامعه باز فراتر از یک حزب در دنیا داره الان حکومت میکنه. بله، یارو بایدن آدم اونه، عکس دیدین، ما اوباما رو نشون دادم، من با رئیس امنیت اوباما صحبت کردم همون روز اول که انتخاب شده بود، مصاحبمونم هست و اینا، که از همون موقع پروژه رو داد، گفت ما پروژه مال اینه که همین نظم نوین جهانی بدون دردسر جلو بره. یعنی نظم نوین جهانی رو که الان اینا با ساختن بریکس باش دارن درگیری به وجود میارن، آقای شرفشاهی وقتی نتونه پیش بره جنگ رو میآفرینه، و جنگ رو که بیافرینه، حالا هر کسی که بتونه جنگ رو بیافرینه بدن، چون در جنگی که به وجود میاد الان آمده و اینا، تمام خرید و فروش ها از همون کانال های مخصوص فاینانس تشکیلات جهانی رفت و بدل میشه، همشون یکه. ولی اینجا فقط بنیامین نتانیاهو به خاطر این که خودش یک سری پرونده هایی داره و این پرونده ها اگر مسئول نباشه، نخست وزیر نباشه، احتمال این که زندانیش بکنن این هست که خود مردم اسرائیل الان اکثریت مخالفن، دلشون میخواد هرچه زودتر این صلح بشه، گروگان ها آزاد بشن، گروگان ها کشته نشن، گروگان ها آزاد بشن. الان اسرائیل، آقای شرفشاهی شما نمیدونم گوش میکنید اخبار دوستان عزیز گوش میکنید، زیر بمباران شدید حزب الله
و عراق هشت الشعبی و یمن مردم. من رفقایی دارم در اسرائیل باشون صحبت میکنم مرتب خود و همینجا بچه هایی که اینجا خانوم هایی که اینجا افرادی که یک عمر از تبار قربانیان جنگ جهانی دوم هستن، آدم های رد بالا گریه میکنه با من تلفن که میکنه، میگه من عمم خالم برادرم اونجاست شبا خواب نداره. الان مردم اسرائیل، آقای شرفشاهی، درسته که غزه و ایران شده، ولی مردم اسرائیل الان در ترس و وحشت و زیر زمین و توی سنگرها دارن شبا زندگی میکنن، چون اینا تا تل‌آویو رو زدن، دیدین دیگه. خب این ملت اسرائیل، مردم اسرائیل این رو نمیخوان. مردم اسرائیل میخوان هر چی زودتر گروگان ها آزاد بشه، امنیت و آرامش بیاد به سرزمینشون، این جنگ تموم بشه و قضیه منتفی بشه. در غیر این صورت، استاد سیاسی شبشایی، کاری که شده الان، من نیستم که میگم، لوموند مال زاویه نیل هست، اینا خودشون هم یهودی هم. چند روز پیش یک مقاله منتشر کرد، حدود 200 نفر همه یهودی امضا کرده بودن و خواسته بودن که بنیامین نتانیاهو این جنگ رو متوقف کنه، شرط صلح رو بپذیره، چه بکنه چه نکنه. اینجا هم همون مشکل و درگیری است، ولی چون قوم یهود اینا متحد هم پارچه هستن، تو اسرائیل تظاهرات میکنن علیه بنیامین نتانیاهو، ولی در خارج یک نفرشون نمیاد مخالفت بکنه. این یک نقطه مثبت و قوی است که این مردم رو 6000 سال رو پا نگه داشته، با اینکه این هم دشمنی شده، ولی توی اسرائیل شما برید تلویزیون اسرائیل ببینید، مرتب تظاهرات هست و اعتراض میکنن و دلشون میخواد که هر چه زودتر صلح بشه. آقای شرفشاهی، با صلح که میشه زندگی کرد، نه با خون و جنگ. بله، به هر حال بحرانیه که در خاورمیانه ایجاد کردن و همینطور مداومت میبخشن بهش، که در حال این کشورها و به ویژه سرزمین ما ایران آرامش و امنیت رو نبینه. درست میگید. بعد شوربختانه البته در ایران استاد سیروس شرفشاهی بایستی امیدوار بود. الان آخرین جایگاهی که بایستی مردم نابودش کنن که بعد دیگه میرسه به خود نظام ولایت فقیه، همین انجمن حجتی است. انجمن حجتی الان برترین دشمن ماست که میخواد ایران رو ویران کنه. بله. جنگ طلب، مهدویت طلب، زنجیر زن، سینه زن، چادر به سر کردن مردان و زنان ما و همین بیچارگی که داریم، مالی انجمن حجتی است. یعنی انجمن حجتی نباشه، روحانیت شیعه، ولایت فقیه، اینا دو شبه باید کوف ملت رفتن. این حرمزاده ها هستن که خارجی ها رو آوردن اونجا و پول انگلیس و مراجع و اینا هم دارن، افسار خریت مردم دستشون. بله. وقت ما متاسفانه پایان گرفته، بیشتر نمیتونیم از مطالب جالب شما بهره بگیریم. تا هفته آینده شب و روز خوشی برای شما آرزو میکنم. سپاسگزارم آقای شرفشاهی عزیز، از برادر مهندس شجره، مرجان جان، کارگردان برنامه، سپاسگزار. تا تندرست باشید و در مهر همگرامان. بسیار ممنونم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزدو، سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.